برنامه آموزش های انفرادی و یا IEP برای برآورده شدن نیازهای منحصر به فرد دانش آموزان دارای معلولیت که روند آموزششان را متاثر می سازد طراحی گردیده است. آموزش های انفرادی دارای چندین بخش به شمول موارد ذیل می باشد. نتایج ارزیابی هایی که اخیراً صورت گرفته است، عملکرد فعلی فرزندتان در مکتب که به نام سطح فعلی عملکرد یاد می گردد، اهداف سالانه آموزشی فرزندتان، توضیح این که پیشرفت فرزندتان چگونه اندازه خواهد شد، خدمات و حمایت های آموزش های ویژه که مکتب برای کودکتان برای کمک به دستیابی به اهدافشان ارائه می نماید، تعدیلات و تسهیلات محیط آموزشی که برای حمایت آموزشی کودکتان نیاز باشد. مطابق قانون، برنامه آموزش های انفرادی سالانه یک بار باید مرور گردد. جلسه IEP برای اطمینان از کارکرد IEP برای کودکتان نقش کلیدی دارد. جلسه IEP جایی است که شما و آموزگاران برای ایجاد یک برنامه پاسخگو به نیازهای منحصر به فرد دانش آموزان همکاری می نماید. مواردی که معمولاً در جلسات IEP بحث می شود عبارتند از نقاط قوت فرزندتان، نگرانی ها و پیشنهادات شما برای بهبود آموزش فرزندتان، چگونگی کمک تغییرات و تسهیلات، نتایج اولین و یا آخرین ارزیابی فرزندتان. زمانی که گروه IEP واجد شرایط بودن یک دانش آموز برای دریافت خدمات را بررسی می نماید، آنها حاضری و فراگیری زبان انگلیسی آنها را نیز مرور می نمایند. در صورتی که چالش های موجود ناشی از عدم در معرض قرار گرفتن دانش آموز به مکتب و یا آموزش زبان انگلیسی منحیث زبان دوم باشد، آنها ممکن واجد شرایط دریافت خدمات آموزش های ویژه نگردند. این نکته مهم را به خاطر داشته باشید که والدین می توانند برای جلسات تقاضای ترجمان نمایند. همچنان والدین می توانند تقاضای ترجمه کتبی پلان IEP را به زبان اصلی خود نمایند. IEP باید توسط والدین بیولوژیکی و یا سرپرست که دارای حق آموزش باشد امضا گردد. اعضای گروه IEP شامل افراد ذیل می باشد: والدین، دانش آموز، آموزگار آموزش عمومی، عضو هیئت اداری مکتب، آموزگار آموزش های ویژه و هر بزرگسال دیگری که به کودک خدمات حمایوی ارائه می نماید. IEP اساس برنامه آموزش های ویژه فرزند شما را تشکیل می دهد و باید نقاط قوت، نیازها و پیشرفت وی را در جریان مکتب انعکاس دهد. شما یک عضو مهم از گروه IEP فرزندتان هستید و دیدگاه های ارزشمند را ارائه می دهید.